امروز آقای نتانیاهو و آقای گالانت آمدن دیروز گفتن که تنها راه کار در مسئله بحران با لبنان دیپلماسیه، زمان دارن میخرن. و بعد آقای نتانیاهو تأکید میکنه که ما کماکان باید جنگ رو در غزه ادامه بدیم، راه ما همینه، با که دارن در داخل اعتراض میکنن، ما این مسیر رو میریم فقط، اما با لبنان کاری نداریم. چرا؟ تا کی؟ به اعتقاد من تا تعیین نتیجه انتخابات در ایران. اگر آقای پزشکیان پیروز بشه، وقت شما خواهید دید که ما چه بحرانی رو در کل منطقه خواهیم داشت با هدف انتقام از ایران و منطقه. ما میریم اتفاقا مثلا با آمدن به ویژه ترامپ، که ترامپ داره الان عربده میکشه، خطر جنگ بیشتر میشه. چرا؟ چون دیگه روسیه و چین با ایران کار نمیکنن، اینا میرن به سمت به اصطلاح دیپلماسی و سیاست موازنه سازی. میدونی یعنی چی؟ یعنی وسط لحاف، ظاهرش یعنی موازنه اما عملش یعنی تو آغوش غرب. و بعد دوباره مسیر تسلیم مذاکره، تحریم مذاکره و نوکرتم چاکرتم مذاکره و بعد دوباره اولیگارشیک و سرکوب. من میخوام بگم بدونیم ما در چه تهدیدی قرار داریم. جلیلی اصلا اینا رو آدم حساب نمیکرده نمیکنه. شما توافقنامه سعدآباد یادت دیگه، جک استراپ پاشو گذاشته و روی میز جلوی کی؟ کمال خرازی اینجوری نشسته بود، والله قسم اگه جلیلی بود یه لگد میزد به جک استراپ پاشو میزد درست بشه. دوره قاجار نیست که جلو من داره اینجوری میشینی که تو با ایران داری صحبت میکنی، سرزمین شیران صحبت میکنی، ژن هخامنشی خون حسینی فلان فلان شده، تو کجا گوری بودی که جلو من تو سعدآباد پاتو میذاری رو میز اینجوری جلو من؟ هیچ کسی تو هیچ کجا دیپلماسی اینجوری نیستش که، یعنی احساس کردن که بابا اینا یه سری چلمنگن. من تو ژنو دیدم آقای ویلیام برد التماس میکرد بیاد جلیلی ببینه، گفت 6 بار درخواست ملاقات، من دادم عکس فیلمش گرفتن، هستش فیلمشم، عکسش هم اومد. یه جبهش گفتم سعید حالا بذارم تو رو ببینه، گفت ببین بحثش دیدن من نیست، این میخواد سوء استفاده کنه، ما رو تحقیر کنه.